گریه کن مدینه بر چهار تا قبری که حتی یک سایه بون نداره. گریه کن بر چهار تا قبری که حتی یک سایه بون نداره. گریه کن مدینه کاش میشد یکی چند تاشم بالا قبرشون بذاره. وای امان ای دل ای دل ای دل ای دل امان. وای امان ای دل امان. خواهم یه بار خودت بگی گریه کن مدینه بر چهار تا قبری. گریه کن مدینه بر چهار تا قبری که حتی یک سایه بون نداره. گریه کن بر چهار تا قبری که حتی گریه کن مدینه. گریه کن مدینه کاش میشد یکی چند تاشم بالا قبرشون بذاره. وای امان ای دل ای دل ای دل ای دل امان. بعضی ها دستشون پایینه ها. امان بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند تبارک و تعالی بر محمد و آل محمد، انسانهای پاکی که خداوند آنها را حجتهای خودش بر بندگان قرار داد و نفرین الهی و عذاب الهی بر دشمنان آنها، کسانی که خواستند با حیله و فریب نور الهی رو خاموش کنن، ولی خداوند تبارک و تعالی مشیتش تعلق گرفته است که نور او همیشه در همه جا نور افشانی بکند و ظلم ظالمان و کید دروغگویان و کید فریبکاران به جایی نرسد. در باب بقی ما در کتب فقهی و روایی وقتی بررسی میکنیم اهتمام عجیبی دیده می شود که فقها نسبت به زیارت بقی در کتب خودشون دادن. ما امروز در دنیا وقتی نگاه می کنیم و همچنین قبلا مسلمانان اهتمام عجیبی به زیارت بقی داشتن و چرا نباید اهتمام بورزن و حالا که در بقی انسانهای بزرگ اصحاب پیامبر دفن شدن. روایات در این زمینه زیاده در فضیلت بقی و تأسیس زیارت بقی از پیامبر خدا، از فعل پیامبر خدا، چون فعل پیامبر خداوند تبارک و تعالی همونطور که قولشون حجت است، فعل پیامبر به عنوان سنت الهی حجت است. پیامبر همیشه به زیارت بقی می اومدن. روایات زیادی ما در این زمینه داریم، در کتب اهل سنت داریم، از مختلف طرق این روایت نقل شده. شیعه نقل کردن، سنی نقل کردن که آقا پیامبر اهتمام می‌ورزیدن در شب نیمه شعبان، در هر شب جمعه، در شبها می اومدن به زیارت مدفونین در بقی و می‌فرمودن عمر تو امر شدم که در بقی برای اهل بقی استغفار کنم. علمای شیعه در کتب خودشون مفصل، هر کدوم از علما که در بحث زیارات مطلب نوشتن یا در باب قبور مطلب نوشتن، به اهمیت زیارت بقی و استحباب اون تأکید کردن. حالا من برای تیمون تبرک یک جمله از مرحوم سید خراسانی در سید خانساری در جامع المدارک ذکر میکنم که ایشون میفرماین استحباب زیارت ائمه بقی علیهم السلام در بقی از ضروریات مذهب شیعه است، مضافاً با روایاتی که متواتر نیز میباشد. ایشون در جامع المدارک اشاره می کند که زیارت ائمه در بقی از ضروریات مذهب است،
یعنی کسی که منکر بشه از مذهب خارج شده، شیعه نیست، کسی که زیارت ائمه رو در بقیع منکر بشه. و اما علماء اهل سنت، اونها هم استحباب زیارت بقیع رو بیان کردند. به چند تا از این علما من اشاره میکنم. ابن عطاء مالکی میگوید بعد از اینکه حج و عمره ات را بر وجه شرعی و کامل به جا آوردی، کاری برای تو نمیماند مگر اینکه بیایی مسجد النبی. بعد مطالبی میگوید و بعد بیایی به بقیع و زیارت کنی آنچه که در بقیع میباشد از قبور صحابه و تابعین. میگه باز یه زیارت بکنی، بیایی تو بقیع و بقیع را زیارت بکنی. بعضی از علمای دیگر از اهل سنت که اشاره شده، غزالی است. غزالی در احیاء العلوم می آورد که مستحب است هر روز به زیارت بقیع رفت. هر روز شما مستحب بری به زیارت بقیع. بکری دمیاطی می گوید و یسن زیارت البقیع فی کل یوم، مستحب زیارت بقیع در هر روز. از ابن الحاج هست که چجوری ما نیت بکنیم وقتی وارد بقیع شدیم؟ نیت میخواد دیگه، زیارت مستحب یک عملی است که نیت میخواد. چجوری نیت بکنیم؟ میگه شما نیت میکنید که من امتثال میکنم سنت پیامبر را در زیارت بقیع، همونطور که پیامبر میرفته من همون امتثال رو انجام میدهم. من اسم چند تا از بزرگان اهل سنت رو و کتاباشو رو ذکر میکنم. مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه، این فخر شیعه و محقق شیعه، در کتاب القدیر مبسوطا فتوای فقها شیعه و سنی رو ذکر کرده، من جمله محمد ابن شربینی در مغن المحتاج، بهتونی در کشف القناع، ابن الحاج در المدخل، بکری در حاشیه اعانت الطالبین، فاکهی، نووی، غزالی در احیاء العلوم، صالحی شامی در سبل الهدى والرشاد، اینها همه در استحباب زیارت بقیع خصوصا در روز جمعه تأکید داشتن. بزرگان اهل سنت همشون گفتن این عمل مستحبه و این تأسیس به سنت پیامبر خدا. حتی بعضی ها میگوین، حالا انشاءالله بهش میپردازیم، که ما در کنار بقیع اونجا نماز برای مستحب بخوانیم. که چی حالا؟ خان بگن آقا زیارت بقیع مستحب. خب یه جایی که شما میرین زیارت، باید یک مکانی باشد که در اون مکان بشه زیارت خون، دعا خون، نماز خون، محل زیارت مستحبه. اون وقت شما میاید میبینید وهابیت میگه اگر شما اومدی به نیت زیارت بقیع حجت باطله. وهابیت میگه نمیتونی شما بگی من زیارت بقیع رو بیام. به زیارت اهل قبور شرکه، زیارت کردن قبور و ساختن بنابر شرکه. خب ما میایم زیارت، آقای وهابی مگه نمیخوانی بزرگان اهل سنت، تو که خودتو سنی میدانی، غزالی میگوید در احیاء العلوم مستحب است زیارت، ابن الحاج میگوید مستحب است، محمد ابن شربینی میگوید مستحب است، ابن الحاج میگوید مستحب است، فقها سنی میگوین مستحب است. اون وقت زائر پا میشه میاد به بقیع برای زیارت، زیارتی که مستحب است. تا وارد بقیع میشد باید با خادم روبرو بشه، خادمی که مراعات بکنه حال زائر را، زائر بی سلاح، زائری که سلاحش فقط کتاب دعاست، سلاحش فقط قرآنه. این زائر تا وارد بقیع می شود با یک چوب روبرو می شود، با یک انسان های اخمو بد اخلاق، نعره می زنن، صداهاشون گرفته است از بس نعره زدن بر سر زائر، نخوان زیارت رو، برو توهین، جسارت، کتاب دعا رو بگیر پرت کن به روحانی و اون شخصی که میاد به اینجا اعلام بکنه این قبر کیست، این قبر کیست، توهین بکن. اگر از او بپرسی قبر فلان آقا کجاست، با بد اخلاقی میگه برو فقط سلام بده رد شو، قبر اینجا نیست، کسی رو ما نمیشناسیم.
توهین های عجیب، زائر رو کتک بزن، زائر رو دستگیر کن. بابا میگه مستحبه بری زیارت، باید با زائر اینجوری برخورد کنیم؟ این مذهبه؟ این فکر و اندیشه توست؟ کجای دنیا با زائر یک مکان مقدس این برخورد رو میکنن؟ کجای دنیا با زائری که پا میشود میاد برای زیارت با خدای خود راز و نیاز بکند برخوردهای عنیف، برخوردهای زشت، برخوردهای ناپسند، برخوردهایی که یک مورد در کتاب خدا و سنت پیامبر نیست میشود با کمال وقاحت دم از دین میزنند. پلیس ها وایستدن انگار اینجا یک جنگ سیاسی است، یک میدان نبرد است، یک میدان جنگ است. اینا هم زائرا اومدن با سلاح اومدن حمله کردن. بلش اینا میترسن از سلاح دین، از سلاح دعا. اینا یک یا الله در بقی کور میکنه چشم وهابیت رو. اینا میترسن از بقی، از زائر بقی میترسن. چرا؟ چون بقی محل دفن اصحاب پیامبر است، بقی محل معجزات پیامبر است، بقی محل دین است، بقی محل نازل شدن بعضی از آیات الهی است. میترسه از بقی، از زائر بقی، از زائر مسجد النبی، از زائر منزل فاطمه زهرا، از زائرینی که اومدن با صفای دل زیارت کنن. میترسه. چرا نترسد؟ چون دین خودش رو در نان دین خودش رو اینجوری میبیند که با بقی مخالفت بکنه. ما موارد زیادی برخورد کردیم. خود بنده چند بار رفتم به زیارت بقی، دیدم که تا میام عبادت بکنیم با چوب، با داد، با فریاد صدا میزنم یا شیخ این چه برخوردیه تو میکنی؟ ما به سنت پیغمبر اینجا اومدیم. هیچی جواب نمیده و شروع میکنه به فحاشی کردن، شروع میکنه به توهین کردن، شروع میکنه به جسارت کردن. این کار افرادی است که اینجوری از خدا بیخبرن. فضیلت بقی بر کسی پوشیده نیست. و حالا که بقی چه محلی بود؟ محل نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها. شیخ صدوق نقل میکند بعد از ذکر زیارت ائمه بقی علیه السلام میگوید پس 8 رکعت نماز در مسجدی که در آنجا میباشد میخوانی؟ و گفته شده اینجا مکانی است که حضرت فاطمه در آن نماز خوانده است. فاطمه دختر پیامبره، از اصحاب پیامبر است، در بقی نماز خونده. حالا میخواییم بریم نماز بخونیم، میگذرن نماز بخونیم؟ ابدا. آقا دختر پیامبر اینجا نماز خونده. دختر پیامبر کیست؟ ما خدا نمیشناسیم، ما پیامبر نمیشناسیم، ما دختر پیامبر نمیشناسیم. ما فقط اونچه که غرب و شرق به ما دستور میدهد میشناسیم. از مکانهایی که در بقی بوده بیت الاحزان بوده. بیت الاحزان چیه؟ برید کتب تاریخی رو بخونید. مسجد بوده. شما فکر می‌کنید وهابیت با قبر دشمنی داره؟ قبر یک بهانه است. با مسجد خدا همین‌ها دشمنی دارن. بیت الاحزان کجاست؟ من براتون بگم، برای اینکه بیت الاحزان یک مسجدی بوده، یک منزلی بوده از امیرالمومنین سلام الله علیه. وقتی فاطمه زهرا ظلم‌هایی برشون روا شد، می اومدن در بیت الاحزان گریه میکردن. یک مکانی بود مال امیرالمومنین. بعد کم کم این به یک مسجد تبدیل شد و معروف شد به مسجد فاطمه. مثلا ابن جبیر جهانگرد معروف و دانشمند اسلامی در سال 540 تا 614 هجری زندگی میکرده، میگوید در کنار قبه عباسی خانه‌ای قرار دارد که به فاطمه زهرا منسوب است. وفاء الوفاء سمهودی که بزرگترین تاریخ نویس است و هر کسی در بقی و مدینه چیزی نوشته از اون نقل کرده، میگوید و المشهور به بیت الحزن انما هو الموضع المعروف به مسجد فاطمه. بیت الاحزان یک مسجد فاطمه معروف هست. سر ریچارد بورتون متوفای 1853 میلادی از جهانگردان غربی وقتی وارد مکه و مدینه میشه، میگه در بقی مسجد کوچکی است که در سمت جنوبی گنبد عباس ابن عبدالمطلب واقع گردیده و این مکان را بیت الاحزان مینامند، زیرا فاطمه زهرا آخرین روزهای عمر خیش را در این محل به سر می برد و برای از دست دادن پدر عزیزش نوحه سرایی می کرد. خب
مسجد بوده؟ مسجد کو؟ این مسجد کجاست؟ با قبر ما مخالفیم، قبر رو خراب کردین. خیلی خوب، مسجد چرا خراب کردین؟ چرا مسجد خراب شد؟ این مسجد کجاست که سر ریچارد بورتون ذکر میکنه، ابن جبیر ذکر میکنه، غزالی ذکر میکنه، دیگران و تاریخ نویسان ذکر میکنن؟ کجاست این مسجد؟ شما فکر نکنید اینا با قبر، اینا با مسجد دشمنی هستن. غزالی میگوید مستحب است زائر در بیت الاحزان نماز بخونه. مستحب، مستحب است که زائران هر روز صبح پس از زیارت قبر حضرت رسول در بقیع حضور به هم رسانن. بعد میگوید مستحب است در مسجد فاطمه نیز نماز بخونن. اینو غزالی سنی ذکر میکنه، در مسجد فاطمه زهرا نماز بخونه، بیت الاحزان. خب قبر رو خراب کردید، مسجد رو چرا خراب کردید؟ من در یک سالی با یه عده از علماء بزرگ در سال 1388 هجری شمسی رفته بودیم در مدینه. در عید نوروز ما در مسجد فضیخ یا فضیخ، اونجا ما حضور جستیم و سال نو رو اونجا بودیم. دو سال بعد دوستان رفته بودن تخریب کرده بودن، مسجد خراب. پس آقایان عزیز، جمله آخر من، برادران عزیز، مسلمانان، این گروهی که به اسم اسلام وای میستن نماز میخونن در مسجد الحرام، مسجد النبی، قرآن چاپ میکنن و هزاران جنایت دیگر مرتکب میشن، اینا با مسجد دشمنی دارن، با نماز دشمنی دارن، با خدا دشمنی دارن. و انشاءالله دوستان امیرالمؤمنین گردن این دشمنان اهل بیت رو انشاءالله میشکنند و دوباره مسجد فاطمه زهرا، بیت الاحزان، بارگاه اصحاب پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام به دست خداوند و دست دوستان خداوند بازسازی میگردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مدینه کاش میشد یکی چند تا شب بالا قبرشون بذاره. وای امان ای دل ای دل ای دل ای دل امان. بعضی ها دستشون پایینه ها. امان وای امان ای دل. چهار تا قبر خاکی، چهار تا قبر بی نور، قلب شیعه بریون، چشم شیعه گریون.